در آمریکا شبکه فاکس نیوز ساعتی پیش گزارش داد که ماموران مرزی آمریکا یک ایرانی رو در مرز جنوبی دستگیر کردند. علیرضا حیدری نام این کسی که بازداشت شده و هفته پیش موقعی که سعی داشته با 4 فرد دیگه به طور قاچاق از مرز با مکزیک عبور کنه توسط پلیس ایالتی تگزاس دستگیر شده. به نظر میاد که فردی با همین نام در مشخصات و همین نام و مشخصات در لیست مظنونان به تروریسم FBI قرار داره. مستقیم میریم به کنگره آمریکا، جایی که همکارم آرش علایی اونجا با ما همراه میشه. جزئیات بیشتری داره این خبر و این آقای حیدری کیه؟ بله، همونجور که شما گفتی شبکه فاکس نیوز چند ساعت پیش جزئیات فردی رو به نام علیرضا حیدری منتشر کرد که میگوید به نظر میآید توسط پلیس ایالتی هفته پیش در مرز جنوبی آمریکا در مرز با مکزیک در ایالت تگزاس دستگیر شده است. فاکس نیوز میگوید که حدوداً یک هفته است که به وزارت خونه ها و سازمان های مختلف امنیتی آمریکا تقاضاهای مختلف برای مصاحبه یا اینکه بخوام بهشون کامنت بدن میفرسته و بعد از یک هفته میگوید بالاخره وزارت خانه امنیت مام میهن Department of Homeland Security اونها رو ارجاع داده به FBI و FBI هم گفته است که لیست افرادی که در واقع اون لیست تروریستی FBI هستن رو منتشر نمی کنه. بنابراین راهی وجود نداره که ما بفهمیم این آقای علیرضا حیدری همون آقای علیرضا حیدری است که در لیست تروریستی FBI هست یا خیر. با این حال آقای جاد از پلیس مرزبانی آمریکا گفته است که اگر تلاش‌های پلیس ایالتی تگزاس نبود این فرد دستگیر نمی‌شد و احتمالاً می‌تونست الان تراژدی خلق کنه در خیابان‌های آمریکا. به نظر می‌آید که علیرضا حیدری با 4 نفر دیگه در حالی که پشت یک چراغ قرمز بودند دستگیر شدند حدوداً یک هفته پیش و بعد هم پلیس آمریکا اسم اون رو به FBI داده و مشخص شده اسمش و تاریخ تولدش با فردی با همین اسم مطابقت داره. در کنگره آمریکا هم امروز جمهوری خواهان در مورد مرز جنوبی آمریکا کمیته ای را انداختن. به نظر میاد که از موضوعاتی باشه که فعلا جمهوری خواهان بخوان از دولت بایدن انتقاد کنن و روش زوم کنن تو این چند وقته. آرش علایی همکارم در کنگره آمریکا، ممنونم از تو.